امیرالمؤمنین خواندن رهبر نظام ولایت فقیه طی روزهای گذشته واکنش ها و مخالفت های بسیاری اعم از جامعه متدینین و دیگران را برانگیخت این گویی پس از آن صورت گرفت که یکی از مولوی های مسجد مکی زاهدان مولوی عبدالحمید را امیرالمؤمنین خوانده بود سعید بهاری گزارش میدهد کاربران فضای مجازی باز هم اطلاق لقب امیرالمؤمنین به شخصی غیر معصوم را مورد انتقاد قرار دادند این بار استفاده از آن برای رهبر حکومت ایران قصه از آنجا شروع شد که حسین سازور مدداه حکومتی در حضور رهبر نظام ولایت فقیه خطاب به وی گفت ما جایگاه شما را همتراز امیر المؤمنین می دانیم و دفاع از شما و جایگاه شما دفاع از پیامبر دفاع از حضرت زهرا و امیر المؤمنین است. پیش از این نیز کرارن شعرا و مداهان در حضور وی با ادبیات متفاوت و واژگان و القاب ادبی و دینی گوناگون از او تمجید و مد نمودند و در اکثر موارد با مخالفت مواجه نشدند اما این اولین بار است که یک مداه حکومتی متملقانه عنوان امیرالمؤمنین را به وی نسبت می‌دهد. فارغ از این که اطلاق این لفظ به غیر معصوم چه معنایی دارد و کسی که به این صفت برای خود رضایت دهد چه خصوصیتی دارد دو ماه قبل یکی از مولوی های مسجد مکی زاهدان در حضور مولوی عبدالحمید او را امیرالمؤمنین خواند و خواست تحت این عنوان با او بیعت کند و به نظر می رسد حامیان رهبر نظام ولایت فقیه در واکنش به طرفداران مولوی عبدالحمید خواستند عقب نماند. عنوان امیر المؤمنین نه تنها در میان شیعیان اختصاصا برای مولا الموحدین امام علی ابن ابی طالب علیه السلام به کار می رود بلکه بخشی از اهل تسنن که به متون و مستندات منصفانه خود پایبندند هم این اختصاص را قبول دارند. که از جمله میتوان به احمد ابن علی ابن ثابت مشهور به خطیب بغدادی مورخ مشهور قرن چهارم و پنجم هجری و صاحب کتاب تاریخ بغداد اشاره کرد در باور شیعیان حتی عنوان امیرالمؤمنین برای سایر امامان به کار برده نمی شود و انحصارا مختص به امام اول شیعیان است از این رو این اظهارات مدداه حکومتی با اعتراض گسترده کاربران در فضای مجازی مواجه شده است. از جمله کاربری به نام سید پیمان تاهری که خود را محقق الهیات، فلسفه، ارفان، تاریخ و ادبیات معرفی می کند در این زمینه در حساب تویتریش نوشته است پس از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله هیچ بشری همتراز امیر المؤمنین نیست مداهنه و چاپلوسی هم حدی دارد. این توییت بیش از سی هزار بار دیده شده است. علی دیگر کاربر توییتر نوشت رهبری چرا چیزی نگفته به سازور موافق بوده خوشش اومده همتراز دونستن این افراد و جایگاهشون با اهل بیت علیه مسلم عامل اصلی توهین به دین و ام است او در ادامه عامل دینگوریزی را این گونه رفتارها دانسته برخی از کاربران توییتر هم همراه با نوشته های اعتراضی خود از هشتگ فقط هیدر امیرالمؤمنین است استفاده کردند. ناگفته نماند که بسیاری از حکام در طول تاریخ و حتی همین اواخر شخصی مانند معمر القذافی دیکتاتور مخلوع لیبی توسط علمای حکومتی امیرالمؤمنین خوانده می شدند که سرنوشتشان بی اساس بودن اطلاق این لقب به آنها را اثبات کرده سعید بهاری اخبار شیه